با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه نگاه روز. یکی دیگه از برنامه های نگاه روز رو من میلاد رابعی به همراه همکارم پوریا اتحاد پسند تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع برنامه ما و تیتر برنامه امروز ما تحریم های جدید دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی است. دولت امریکا در آخرین ساعات روز دوشنبه 17 ژوئن 26 تیر تصدیق کرد که ایران به توافق اتمی 2 سال پیش با قدرت‌های جهانی پایبند بوده است. با این وجود تحریم‌های جدیدتری علیه جمهوری اسلامی توسط دولت امریکا وضع شده است. تأثیر وضع این تحریم‌های جدید بر اوضاع ایران و منطقه چه خواهد بود؟ حمید تقوایی مهمان امروز برنامه ماست و به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ میده. سلام میکنم به شما حمید تقوایی. خیلی متشکرم. با سلام به شما و به بینندگان عزیز. خواهش میکنم. حمید تقوایی، قرار بود جمهوری اسلامی با اجرای دقیق برجام مانع از ادامه یا لااقل گسترش تحریم ها بشه. آیا دور جدید تحریم هایی که امریکا وضع کرده به معنای نقض تعهد برجام از جانب آمریکا نیست؟ خب اینطور که گفته میشه و از اول هم همین سیاست دوره اوباما هم داشتن، این تحریم ها در حیطه برجام و توافق برجام نمی گنجه. یعنی تحریم هایی هست از نظر نظامی و از نظر تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی در رابطه با فعالیت های تروریستیش در منطقه. برجام در مورد پروژه هسته‌ای بود و تحریم هایی که به این خاطر، یعنی به خاطر پروژه هسته‌ای اون موقع وضع شده بود، رو آمریکا کنار گذاشت و فکر نمی کنم اونها رو از سر گرفته باشه. لااقل ادعایی حتی از جانب ایران نیست که این تحریم ها در رابطه با پروژه هسته‌ای هست. همونطور که خودشون اعلام میکنن و گفتن، این تحریم ها در رابطه با فعالیت های موشکی و فعالیت های کلا تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه هست و سپاه و نهادها و حتی افرادی که در این رابطه اینها دارن فعالیت های اقتصادی دارن، فعالیت هایی دارن که تقویت تسلیحاتی حکومت رو دنبال میکنه، اونها رو آمریکا تحریم کرده. بنابراین همونطور که ادعا میکنن، آمریکا میتونه بگه که خب این تحریم ها همیشه بوده. دوره اوباما هم گرچه در حد کمتری، ولی در حال تحریم های نظامی تسلیحاتی وجود داشت و الان هم دولت ترامپ ادامه همون رو، منتها با شدت بیشتری. بله، اما تحریم های جدید که عموما علیه، همونطور که گفتید، افراد و نهادهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی هست، به نظرتون چه تأثیری میتونه در اوضاع داخلی رژیم و به طور کلی اوضاع منطقه داشته باشه؟ خب رژیم از یک طرف در از نقطه نظر خامنه‌ای و جنای خامنه‌ای این یه زمینه تبلیغاتی خوبی هست برای اینکه همچنان بر تبل ضد آمریکایی‌گری بکوبن و جناح مقابل رو که برجام رو دنبال میکنه، جناح روحانی که میخواد یک دو روابط رو متعادل‌تر کنه با آمریکا، اون رو تحت فشار بگذارن. این اولین استفاده سیاسیش هست در جنگ بین دو جناح. و از طرف دیگه اگر از نظر نظامی هم این جدی گرفته بشه، خب فشارهایی به جمهوری اسلامی تحمیل میکنه، ولی فکر میکنم این تعیین کننده نباشه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به اندازه کافی بازار قاچاق اسلحه یا نیروهای دیگه، چین، روسیه و غیره، منابع هستند که جمهوری اسلامی بتونه همچنان مثلا در تنگنا قرار نگیره. از نظر تجهیزات نظامی ممکنه شرایط رو سخت‌تر کنه یا کمی گران‌تر کنه برای جمهوری، هزینه‌اش رو بالا ببره، ولی فکر نمی‌کنم تاثیر تایید کننده روی این قضیه داشته باشه. تاثیر اساسیش سیاسی دیپلماتیک است، یعنی همین نفس این تحریم‌ها و فشاری که میاد، خب جمهوری اسلامی در منطقه محدود خواهد کرد، همونطور که حمایت صریح دولت ترامپ از عربستان سعودی الان دست جمهوری اسلامی رو به صد عربستان سعودی رو تقویت کرده و جمهوری اسلامی رو در یک موضع ضعیف‌تری قرار داده، این هم به عنوان یک امر سیاسی دیپلماتیک میتونه فشارهای رو به جمهوری اسلامی تحمیل کنه. ولی از نظر تا اونجایی که به تسهیلات و تجهیزات نظامی و فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی برمیگرده، فکر نمی‌کنم اینها تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشه.
اما از جانب دیگه و از طرف جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی، فرمانده سپاه در واکنش به این تحریم‌ها گفته که این تحریم‌ها ریسک بزرگی برای آمریکایی‌ها و پایگاه‌ها و نیروهای اونها در منطقه است. پیامد سیاسی نظامی این تهدید رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید و به نظرتون این تهدید تا چه حد می‌تونه جدی باشه؟ این هم یک تعرض و یک بسا تبلیغات سیاسی است. همونطور که گفتم جناح خامنه‌ای و باندش از جمله بسیج و سپاه و این نیروهایی که به اون بسا تحت فرمان خامنه‌ای هستن، اینها زمینه‌ای پیدا می‌کنن برای تعرض تبلیغات سیاسی بیشتر. این هم یک نمونه شه. من فکر نمی‌کنم به هیچ وجه جمهوری اسلامی بتونه یا بخواد یا اصلا براش امکان پذیر باشه که یک تهدید نظامی برای نیروهای آمریکا در منطقه ایجاد کنه. خودشون میدونن که این قضیه چیزی نیست که آمریکا تحمل کنه و اینها همینطور بتونن این کارو بکنن. بنابراین و از لحاظ نظامی هم نمیدونم چقدر قدرتشو دارن. این موشک پراکنی اخیرشون در سوریه به اصطلاح علیه داعش نشون داد که اون قدرت و هنوز اون تکنولوژی و اون امکانو ندارن که دست به چنین عملیاتهایی بزنن. در هر حال من فکر نمی کنم قضیه از دید جمهوری اسلامی هم از نظر نظامی بتونه تغییری در شرایط ایجاد کنه. فقط همونطور که گفتم شرایط به اصطلاح تبلیغات و جنگ تبلیغی، جنگ سیاسی علیه هم دیگه، این رو تشدید خواهد کرد از هر دو طرف. خصوص جمهوری اسلامی از این استفاده خواهد کرد برای اینکه یک بار دیگه حکومت رو زیر پرچم مرگ بر آمریکا متحد کنه، صفوف خودشونو، چون میدونیم کاملا متشتت الان صفوف جمهوری اسلامی. سعی خواهد کرد خامنه‌ای و جناح خامنه‌ای از این قضیه استفاده کنه برای تحت فرمان در آوردن و منقاد کردن همه جناح‌های حکومت زیر پرچم خامنه‌ای. من فکر می‌کنم هدف این هست. بله، اما همونطور که از پیش هم میشد حد زد، در عمل هم می‌بینیم که دولت ترامپ سیاست‌های سختگیرانه تری رو لااقل نسبت به اوباما در مقابل جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار داده. اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی استقبال کرده به یه شکلی و تایید میکنه این سیاست‌ها رو. در مقابل اپوزیسیون چپ چه برخوردی داشته، یا بهتر بگیم چه برخوردی بهتره داشته باشه با این سیاست‌های سختگیرانه ترامپ؟ خب این اولین بار نیست که نیروهای راست، سلطنت طلبها، مجاهدین و امثال اونها اینطور میان روی خط آمریکا قرار میگیرن به امید و خیال اینکه اگر تغییری ایجاد بشه، اگر رژیم چنجی داشته باشه، اینا شانسی داشته باشن برای اینکه لااقل در قدرت شریک بشن. این بار اول نیست. از زمانی که بحث رژیم چنج در زمان بوش مطرح شد، بخشی از این نیروهای راست هم خودشون رو به اصطلاح هماهنگ کردن با این سیاست و به این امید که دل آمریکا رو به اصطلاح به دست بیارن، به این امید که یک آلترناتیو بشن از نظر آمریکا که بتونه بعد از اینکه جمهوری اسلامی کنار زده شد بیاد در ایران قدرت بگیرن. این بار هم همین بازی شروع شده، ولی این بار دیگه یک کاریکاتور مسخره و تهوع‌آوری میشه گفت هست، به خاطر اینکه نه آمریکا در اون موقعیتی هست مثل زمان بوش که خیلی قدر قدرت باشه و از نظر نظامی در منطقه میخه خودشو کوبیده باشه یا دولت‌هایی به خط باشن زیر فرمانش. الان نه تنها این آمریکا به اون اهدافش نتونست برسه از حمله به عراق و افغانستان، بلکه در موقعیتی بسیار ضعیف‌تر قرار گرفته، به طوری که حتی متحدین سنتیش مثل ترکیه و عربستان هر کدوم دارن ساز خودشونو میزنن. و در این شرایط نه تنها از نظر نظامی بلکه از نظر سیاسی هم امکان این نیست که آمریکا بتونه باز شرایطی رو ایجاد کنه شبیه زمان حمله به عراق. به این خاطر به نظر من این بار دیگه بحث رژیم چنج و این توهم به رژیم چنج دیگه پوچتر و مسخره تر از دوره گذشته است. اما از نظر چپ پرسید، خب کمونیستا حزب ما و نیروهای چپ و انقلابی همیشه در مقابل این بازی های بالا ایستادن، مردم رو فراخوان دادن که باید علیه کل حکومت و علیه همه جناها و به اصطلاح باندهای حکومتی که چه میخوان با آمریکا تعامل کنن، چه میخوان در مقابل آمریکا بایستن، علیه همه اینها باید به میدون اومد. ما همیشه گفتیم که مردم
نباید به تغییرات و به مناسبات بین دولت‌ها، بین جناح‌ها و غیره امیدی ببندن. از اینها آبی گرم نمیشه. مردم باید مبارزه مستقل خودشون رو با خواسته حق طلبانشون، با خواسته آزادی خواهانشون به پیش ببرن. امروز هم همین رو میگیم. و اون نیروهای اپوزیسیون که در این بازی، در این مناسبات بین آمریکا و رژیم این یا اون رو انتخاب میکنن، اونها رو هم باید افشا کرد. یک وظیفه نیروی چپ این هست که نشون بده که این نیروهای اپوزیسیون در واقع دارن آب به آسیاب حکومت میریزن. ببینید یک نکته رو باید گفت. به نظرم آمریکا گرچه دراز مدت و استراتژیک با جمهوری اسلامی اختلاف داره و رژیم ایدئالش شاید رژیم باشه شبیه رژیم شاه، ولی عملا و در مقاطع مختلف نشون داده که خواهان برکناری جمهوری اسلامی نیست، بلکه تنها داره فشارهایی اعمال میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی در خط و در مثلا هیته سیاستهای منطقه آمریکا قرار بگیره. از این فراتر نمیره. ترامپ هم همینطور، بوش هم همینطور و در هر دوره‌ای. به این خاطر به نظر من این نوع موزگیری ها و تاکتیک ها و مثلا ترفند هایی که به نظر خودش اپوزیسیون راست داره میزنه برای اینکه اعمال فشار به جمهوری اسلامی وارد کنه و به کمک آمریکا تغییر ایجاد کنه، تماما ارتجاعیه، تماما علیه منافع مردمه و باید مردم رو نسبت به اینها رو افشا کرد در نزد مردم و مردم رو آگاه کرد که راه اونا راه آزادی و رهایی از شر جمهوری اسلامی حساب باز کردن رو آمریکا یا هیچ نیرو و دولت دیگه‌ای در منطقه نیست، بلکه اتکا به قدرت مبارزه و منسجم و متحد خود مردم هست علیه کل حکومت. بله، متشکرم از شما حمید تقوایی از اینکه امروز مهمان برنامه ما بودید. منم تشکر میکنم. خواهش. بله، بینندگان عزیز و همینطور متشکرم از شما که مثل همیشه ما را همراهی کردید و بیننده یکی دیگه از برنامه های نگاه روز بودید. تا برنامه های دیگر و تا برنامه دیگر، برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو مندم.